بیش از 40 روز از حرف و حدیث‌های اولیه در مورد شیرهای میدان هور می‌گذرد. شیرهایی که با تخریب یکی از آنها توسط پیمانکار مرمت سازمان زیباسازی سر زبان‌ها افتاد و در نهایت اعلام کردند که برخلاف طرح قدیمی مرکز میدان، شیرها تاریخی نیستند. شاید بتوان حاشیه‌هایی را که برای مجسمه شیر میدان هور رقم خورد، نمادی از سطح تدبیر و مدیریت در تلاقی پیمانکاری عمرانی و مبانی هنری و میراثی در مدیریت شهری دانست. حالا بعد از گذشت این مدت زمان، مسئولان سازمان زیباسازی میگویند نخستین مجسمه رونمایی شده با مصالح محکمتر و قویتر ساخته شده است و ناظر اجرایی پروژه هم به تن استفاده شده در ساخت این شیر را آنقدر قوی میداند که معتقد است این مجسمه تا حدود 200 سال هم بدون آخ گفتن سر جای خود میماند. مجسمه‌ای که پشت سر من هست مجسمه است که مرمت شده و با 3 مجسمه دیگر شیر در میدان هور تفاوتش قابل تشخیص هست. متاسفانه علت این که مجسمه قبلی خراب شد و مجبور به مرمت شدیم این بود که جنس سازه با شرایط موجود در میدانی که درش نصب شده سازگاری نداشت. باید این رو باز تاکید بکنم که مع الاسف با فایبرگلاس روی یک سازه با اسکلت فلزی رو پوشونده بودن که خب این در معرض آفتاب، باران و سرمایش و گرمایش هوا ترک خورد و کم کم مجبور شدیم که اون رو مرمت و تعویض کنیم. همین اتفاق رو اگر الان ملاحظه بکنید در پایه مجسمه اصلی میدان هم داره میفته، چون این پایه هم روکشش فایبرگلاس هست و ترک ها رو شما به وضوح میتونید ببینید. در مورد بقیه شیرها هم تخریب کم کم داره شروع میشه با توجه به حدود کمتر از 20 سالی که از عمر اینها میگذره و به نظر میرسه که لازم هست اتفاقی که الان در مورد این مجسمه افتاده در مورد 3 مجسمه شیر دیگر میدان هم تکرار بشه. اون چیزی که الان خیلی حائز اهمیت هست اینه که این مجسمه برای اولین بار در تاریخ بعد از انقلاب اسلامی در شهر تهران یک مجسمه بتونی ساخته شده با این متریال و الان شاید خیلی برای ما غریب و زود باشه که بتونیم تمام اتفاقات احتمالی که بعد از این برای مجسمه با این متریال رخ میده رو پیش بینی بکنیم. لذا یه مدت کوتاهی این مجسمه اینجا به همین شکل خواهد ماند تا شرایط مجسمه و شرایط جنسی که با اون ساخته شده، متریالی که با اون ساخته شده رو بسنجیم و انشالله اگر مطابق پیش بینی ماندگاری و دوام لازم رو داشته باشه 3 مجسمه دیگر رو هم از همین جنس انشالله خیلی زود کارش رو آغاز خواهیم کرد و نسبت به مرمتش اقدام خواهیم کرد. من فکر میکنم شاید ما بتونیم امیدوار باشیم که تا پایان سال کار مرمت 3 مجسمه شیر دیگه و پایه مجسمه اصلی هم آغاز بشه. چنین در واقع طرحی وجود داره که اگر که این نوع استفاده از بتون مسلط جواب بده با این نوع بتون سراغ دیگر مجسمه های شهری هم بریم که کمتر آسیب ببینن، یا فعلا چنین چیزی رو نداریم؟ چیزی که بسیار الان برای ما مهمه اینه که بتونیم المان های شهریمون رو با دوام و پایدار داشته باشیم و کاری کنیم تا این خاطرات جمعی برای شهر تهران بماند. یه وقتایی ساخت یک مجسمه با
متریال بیکیفیت باعث میشه اتفاقا ما اون هویت شهری رو به مرور فراموش کنیم، چون وقتی از بین رفت ممکنه دیگه اقدامی برای بازسازی صورت نگیره و کم کم اون فراموش بشه. لذا کاری که در این دوره از مدیریت شهری خیلی برامون مهم بود این بود که در کنار نگاه کمی که به مناطق مختلف شهرداری تهران داریم، کیفیت برامون در اولویت باشه و تلاش بکنیم تا کار با کیفیت بالاتری ساخته بشه. اتفاقا اگر شما الان هزینه ساخته کل 4 مجسمه شیر فعلی رو بخواید با همین هزینه ساخت در حدود 20 سال پیش مقایسه بکنید، واقعا شاید به نسبت تورم هزینه کمتری هم صورت گرفته. اما چیزی که باز هم تاکید میکنم روش، فارغ از کیفیت کار و اینکه با این نوع بتون کار بشه ماندگاری و دوام بیشتری نسبت به فایبرگلاس خواهد داشت، هویت کار و اصالت کار هم حتما برای ما مهم هست و اون رو هم لحاظ می‌کنیم. مطمئناً کارشناسان وزارت میراث فرهنگی هم در این حوزه صاحب تجربه و تخصص هستن و حضورشون و مشورتشون میتونه به مجموع مدیریت شهری کمک کننده باشه. من انتظار دارم که خود این عزیزان هم فعالتر باشن و خودشون پیش قدم بشن برای این اتفاقات و خودشون اساساً بیان و بعضی از جاهای شهر که نیاز به مرمت دارن پیشنهاد کنند. ما حتما استقبال میکنیم از این اتفاق و مطمئنیم این همافزایی ها میتونه شهر بهتری رو برای زیست برای شهروندان تهرانی مهیا کنه. من معتقدم در شهری مثل تهران اقتضائات و الزاماتی که پایتخت ایران و شهری با وسعت تهران و جمعیت تهران داره، حتما لازم هست که یه قدری اختیارات دولت محلی و پارلمان محلی بیش از دیگر شهرها باشه، چون مطمئنن این حجم از مشکلات، این حجم از فضاهای کاری نشون میده که با توجه به امکاناتی که میراث فرهنگی در تهران داره نمیتونه خیلی عرض اندام کنه و نمیتونه خیلی مشکلات رو رفع کنه. لذا لازم هست که به شهرداری تهران، به شورای شهر، در متن قوانین و مقررات اختیارات و امکانات بیشتری داده بشه تا بتونن در این حوزه و حوزه‌های مشابه نقش آفرینی بیشتری بکنن تا رضایتمندی بیشتری برای شهروندان فراهم بشه. مطمئناً در حوزه‌های مثل میراث ما نیاز به سازمان گردشگری در شهر تهران داریم، مثل حوزه ورزش که سازمان ورزش داریم و داره واقعاً به وزارت ورزش و جوانان کمک میکنه. حتما لازم هست که دولت این نگاه رو داشته باشه که اگر شهرداری در این حوزه ها تقویت بشه و شورا اختیارات بیشتری داشته باشه، کمک به دولت هست و این کمک میتونه نهایتا منجر به رضایتمندی بیشتر شهروندان بشه. از این بابت من معتقدم که اتفاقا خیلی خوب هست که شهرداری در این حوزه ها بیشتر ورود بکنه و کنشگری جدیتری داشته باشه. با این حال متولیان زیباسازی و مدیریت شهری تأکید دارند که نخستین شیر نصب شده در ضلع جنوب شرقی میدان هور باید حدود 2-3 ماه به تنهایی در میدان بماند تا در برابر تغییرات آب و هوایی و آسیب‌های احتمالی امتحان خود را پس بدهد و بعد در مورد 3 شیر دیگر و پایه مجسمه نبرد گشاست و اژدها تصمیم گیری شود.